در سوشال میدیا، روی تلگرام، توییتر، ساند کلاود همراه میهن تیوی باشید. رادیو و با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این روز جمعه، جمعه 18 تیر است، نهم ماه جولای، ساعت هم در حقیقت بله 11:20 شبه به وقت ایران عزیز ما، نه 11:12 است حقیقتش، 11:12 ایران عزیز. خوشحالم که در خدمت همه شما خوبان و نازنینان یه بار دیگه هستم در خدمتتون. اجازه بده که یکی دو تا کارو انجام بدیم که دوباره خفقری صورت نگیرد و امیدواریم که نگیرد، چون که یکی از مشکل‌ترین کاراست و که نمیغر نکن جون مادرت، شما هم تشت داشته باشین، شما هم بفرم به. آره، که همه رو با همدیگه بتونیم انجام بدیم. اما چقدر خوشحالم، چقدر خرسندم که به بار نشسته و به بار می نشینه. بالاخره 20 ساله، شوخی نیست، 20 سال. گفتم همیشه اگه در دکونه سبزی فروشم شاگردی کرده بودم، با فهمی که دارم، با عقلی که دارم، دیگه امروز میتونستم فرق تره و گیشنیز رو بفهمم چیه. تره اون درازه، گیشنیز اونه که تو خاله ورقه. اینجوری میشه بفهمی بالاخره تره کدومه، گیشنیز کدام هست. بذار اینا رو درست کنم. اما از این دلم میگیره که چرا بال روز مملکت من به اینجا رسید. تسلیت بلند بالا بده کاریم به همه زنان جهان، و اون هم معلوم و معین است به خاطر از دست دادن یک شخصیت مهم. امروز دنیا یک زنان جهان در حقیقت یک بانوی بزرگ رو از دست دادن. اون هم کسی نبود جز همسر در حقیقت یک مرد شجاع، یک انسان بزرگ، یک کسی که از تبار سلحشوران بود، سادات، محمد انور سادات، همسرش خانم جهان بانو، که اونجور که خوندم شما هم خوندین، بالاخره این زن و شوهر در اون شرایط کاری کردن کارستان و مرد بزرگ جان خودش رو بر سر این راه گذاشت. ولی با شرف زندگی کرد و نامش در تاریخ در کنار سلحشوران همواره می‌درخشد، تلالو می‌کند، هر چی اسمش هست. آدم بزرگی بود، خیلی کار کرد. رفیقش بود مرد ناصر خودش یه شخصیت بود روزگاری. بگذاریم، امروز خب فرق برگشته، یه جوری دیگه حرف میزنم، ولی یه روزگاری قهرمان بود، قهرمان جهان عرب، پان عربیز. یه سلسله گفتار سه بخشی آقای مشیری، من تلاش میکنم که اینا رو فکر کنم گذاشتم، اگر نگاه بکنم اینجا دقیق به عرضت میرسونم که آیا این کار انجام شده یا نه. فکر میکنم انجامش دادم و این سلسله گفتار آقای مشیری رو
نه نذاشتیم متاسفانه. حتما حتما این کارو میکنم که مهدی آذرغزم یکی از شخصیت های انسان دوست ما این چرا اینطوری شده؟ خب اینم باید درست کنه. این پادکست هم اشتباهه. کاش به من بگید اینا رو. بشکی همکاری میکردید و توضیح میدادید به من که کجاها اشتباهه، چه چیزهایی باید انجام میشه و انجام نشد. چقدر زیبا میگه آقای مشیری. من پخش کردم دو قسمت، شو قسمت سومم امروز پخش میکنم، ولی هر سه قسمت رو سایت قرار میدم که ببینید. تعجب میکنم از آقای، تعجب نداره، یه جور خستگی و واماندگی برای ماها. میدونی که مثلا آقای مهندس شجره جز کسانی است که خدمت بزرگی کرده به ما در رسانه، یعنی اولین رسانه 24 ساعته ایرانی که رفت روی ستلایت و درخشید کانال پارس، تلویزیون پارس، که البته خب تعدادی شریک بودن مثل آقای زیای آتوبای، مثل اسدالله مروتی زنده یاد که رادیو رو در اختیار داشت، رادیو ایران رو 24 ساعته در لس آنجلس اداره میکرد. اینا همه دست به دست همدیگه دادن و این تلویزیون رو درست کردن، بردن رو ستلایت. ولی دشمن مردم ایران، یه مش جاهل نادان که مملکت رو 40 چند سال در اختیار گرفتن، همه چیز رو به نابودی کشوندن. داشتیم از این بانوی بزرگ میگفتیم، از بانوی مملکت مصر، بیوه انور سادات، رئیس جمهور پیشین مصر، خانم جهان سادات، در موضوعاتی که می نویسه، چون می دونی که در اون ماجرای جنگ شش روزه 1967 خب اسرائیلیا بردن بازی رو و یهو حمله کردن. البته مصر به سرپرستی ناصر تلاش میکرد که یک حمله همه جانبه بکنه به اسرائیل، ولی اسرائیلیا دستگاه اطلاعات امنیتیشون متوجه شد و بالاخره جنگ رو به نفع خودش برگردوند و حمله کرد. هواپیماهای اینا رو، فرودگاهاشون رو در جا زد در لحظه و اینا غافلگیر شدن. یکی از اشتباهات بزرگش این بودش که دروغ گفتن به مردم و دولتی که با مردم خودش راست نگه و دروغ بگه، مطمئن باشد که این در تاریخ هم جاش عوض میشه. من فکر میکنم یکی از دلایلی که جای ناصر عوض شد در تاریخ همین دروغی بود که به مردم میگفت که ما برنده ایم و داریم میبریم و فلان، در حالی که سرای سینا رو از دست دادن. تا سال 1970 که بالاخره او از بین رفت و خب همین آقای انور سادات که افسر ارتش مصر بود و همراه با ناصر رفیق بود، اونا علیه ملک فاروق کودتا کردند و پادشاهی فاروق رو سرنگون کردند و جمهوری نیمه سوسیالیستی عربی مصر رو ایجاد کردن، بعد رفت به دامن در 1950 رفت به دامن مملکت استالین. بهاء سادات بعد از 1970 که این
ناصر از بین رفت، معاونش بود، یکی از معاونینش بود، مرد مقتدری بود، محبوب بود، جانشین او شد، رئیس جمهور شد و در 3 سال بعدش در 1973 در یه جنگ بزرگی که انجام داد تونست اسرائیل رو شکست بده و یک سرفرازی رو برای مردم مصر بیاره و صحرای سینا رو پس بگیره و اسرائیلی ها صحرای سینا بیرون برن. در این دورانه که در حقیقت این خانم خیلی فعاله و کمک میکنه و میره به این مریضا یا مجروحان جنگی رسیدگی میکنه، دوا درمونشون میکنه، پانسمانشون میکنه، خیلی مادری میکنه در حقیقت در نزد سربازا. ولی مهمترین کاری که اینا به نظر من تو عرصه انسانی و انسانیت انجام دادن، در حالی که شاه ایران آدم جیگرش میسوزه برای یه مردمه که گفتم امروز هم داری میبینی که نامه مینویسن به مصر، به چی؟ به اسرائیل که آقا بودو بیا حمله کن، بزن، نابود کن، فلان کن. آدم واقعا جیگرش میسوزه از اینا. گفتم و این شاه رو پذیرا شد و استقبال رسمی کرد، توپ شلیک کردن، گارد اومد، خیلی خیلی همونجوری که شاه بود، نه اونجوری که مملکت پاناما به شاه حکم کنه بگه برو نرو بهمون، یا مکزیکی اونجور رفتار کنه. نمیدونم. و امروز گفتم این نواری که 3 برنامه رو که آقای مشیری سخن میگوید واقعا دیدنیست، شنیدنیست و باید گوش داد، از صمیم قلب گوش بدیم، بشنویم حرفاشو. من بخش کردم، حتما نوار رو میذارم، 3 ویدیو رو قرار میدم تا شما بتونید ببینید و خودتون در حقیقت دنبال کنید و خودتون قضاوت کنید. گفتم صحبت از اینجا رفتیم به تلویزیون پارس و اینکه چرا تلویزیون پارس هنوز بعد این همه سال به عنوان اولین تلویزیون تلویزیون 24 ساعته ایرانی امروز کیفیت تصویر و برنامهش اینقدر خراب و عقب افتاده باشه. چرا؟ این دلشکستگیه، این چیه واقعا، مشکلش کجاست و چرا این اتفاق افتاده، هم خودش مسئلهی که باید بررسی بشه، واقعا واکاوی بشه که چرا. چرا نمیتونه رقابت کنه با این قلابی ها؟ خب میدونیم یکیش پول دیگه، مهمترین مسئلهش پوله، اونا پول دارن و ماها پول نداریم. یکیش مسئله شارلاتان ها هستن در کنار مسائل پولی و مالی، یه سری اخلاقی که در جامعه پرورش یافته ظرف این 40 سال، علل خصوص در ظرف 18 تیر به این ور، 18 تیر ها خیلی روز مهمیه تو تاریخ ما، خیلی روز مهمیه به نظر من. 18 تیر چه اتفاق افتاد و چگونه اینها مردم رو به گمراهی کشوندن تحت قالب این که ما اصلاحگریم و اصلاح خواهیم کرد امور رو.
در حالی که اصلاح ریشه اصلاح تو قانونه. دورا گفتم همیشه که برای حل اختلاف سه راه وجود داره. اول مذاکره است، میری با یارو حرف میزنی، طلبتو درخواست میکنی، خواستتو بیان میکنی، طرف اهمیت نمیده، باید چیکار کنی؟ یا باید دعوا کنی با یارو، یا باید بری کلانتری شکایت کنی، قانون رو بیاری وسط. اینا مدعی بودن که شما چرا میخواین دعوا کنین؟ خب بیاین از طریق قانون مسئله رو حل کنیم و تو رو به بیراه پرتت میکرد، میفرستادت به یه جای بی خودکی، به قانون. قانونی که چون که این اصلاح رو باید از طریق قانون انجام بدی دیگه، قانون اساسی، ام القوانین دیگه. با چه قانونی میخوای این کار بکنی؟ قانون اساسی که تو رو مرتب به الله ارجاع میده، میفروشتت به الله. و گولت زن. و تو رو فرستاد به یه نقطه دیگه، به یه پرت و پلا. و این وضعی که امروز داریم. که تلویزیون پارس نمیتونه یه برنامه رو با یه کیفیت خوب پخش کنه. نه اینکه بلد نباشه. یه جور دلزدگی، یه جور خستگی، یه جور از سر وا کردنه. وقتی نگاه میکنم اینه که یارو شارلاتانه رفته و داوری رو برداشته آورده تو تلویزیونش، مشاور احمدی نژاد آورده و با مشاور احمدی نژاد حرف میزنه و مرتب میگه مشاور سابق دکتر محمود احمدی نژاد، این کسیه که پاانداز همین یارو رئیسی بوده تو انتخابات، فعال بوده برای این. خب این شارلاتان، شهرام شارلاتان، شین تو همین برنامه، کسی که تو دستگاه رئیسی بوده میاره به تو میگه این مشاور احمدی نژاد بوده، ولی این بر علیه احمدی نژاد بلند شده. حالا خود احمدی نژاد یه لعبتیه برای خودش، خودش ام الفساد اون یارو، یه متوهمه. بعد کسی که تو دستگاه انتخاباتی رئیسی بوده رو به عنوان مشاور دکتر احمدی نژاد ببین چجوری دم به دمش میده، به خط و خطوط رژیم رو جا میندازن. ببین این عرازل چه میکنه. همیشه گفتم یه معیارایی وجود داره برای اینکه بشه سره رو از ناسره تشخیص داد. اون هیچی نیست الا تاریخ زندگی یارو، از کجا اومده، کجا وایساده، کجا رو داره نگاه میکنه. نگاه میکنه این بیناموس، این بیشرف چجوری زیر پای مخالفین رو خالی میکنه، ولی راه باز میکنه که من از ایرج مصداقی پرسیدم، من هرگز
اون رو به عنوان یه تلویزیون نمیشناسن، یه دکه رزالته. یکی نامه نوشته بود، ایمیل زده بود به من که او ایرج مستاقی نمیدونم فلان میکنه، من رجوی اینجوریه اونجوریه، به ما ربطی نداره، اما حق نداره راجع بدم هم عادیه. همه حق دارن راجع به همه حرف بزنن، حق نداریم نداریم. برای پول همه این کارا، برای بی‌شرافتی ها، برای پوله. این ماجرای حمید نوری یه اتفاق مهمه توی این تاریخ مبارزه علیه جمهوری اسلامی. اما شما ببینید که کدوم از این رسانه ها راجبه شرف میزنه، بعد در ازاش 32 فعال سیاسی ایرانی به نفتالی بنت می نویسند سیاست های قبلی اسرائیل در مقابل ایران را ادامه دهید. گفتم این از حب علی نیست، از بغض معاویه است. اینا عشق ترامپه که اینا را به اینجا رسونده. خود یارو رو نگاه کن ببین تو باید به کی دست بندازی، به کی باید دخیل ببندی، از کجا اومده، کجا وایساده، کجا رو داره نگاه میکنه. من کاری ندارم که نگاه دزدای حاکم بر میهن من به ترامپ چیه، اما نگاه خودمو که میتونم داشته باشم. که اسباب تأسف که به جای که بیان رو این موضوع نوری وایسن، 32 فعال سیاسی و مدنی مخالف حکومت ایران روز پنجشنبه 17 تیر یعنی دیروز در نامه‌ای به نفتالی بنت نخست وزیر جدید اسرائیل از او خواستند که سیاست‌های دولت پیشین اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران را همچنان ادامه دهد. چه سیاستی؟ سیاست که جمهوری اسلامی رسیده به این که غنی‌سازی فلزی انجام میده، اورانیوم فلزی درست کنه. مردم ایران به فلاکت و بدبختی افتادن. به خاطر بی‌لیاقتی، بی‌کفایتی. دیروز بی بی سی یه آدمی رو آورده به نام آقای ناصر کرمی. نگاه به قد و بالاش می‌کردی می‌دیدی چه آدم باسوادیه. خب ولی چه فایده داره؟ چرا که بخشی از همین باسوادا، تکنوکراتا در خدمت دزدا قرار گرفتن، در خدمت جانیا، قاچاقچیا قرار گرفتن. بخشی از اینا روزش تعریف میکرد راجع به وضعیت هورالعظیم. ببین چه اتفاقی افتاده. میدونی که هورالعظیم رو که منطقه باطلاقیه، یعنی اینکه این رودخونه ها همه وقتی که نزدیک میشن به دریا شرط یه جوری دلتا درست میشه دیگه، این آبا از همه طرف میخواد وارد دریا بشه و در اینجا که نیزاره و سالهای پیش اینجا قاچاقچی ها از لای همین نیزارا قاچاق می‌بردن، می‌بردن، بسته می‌رفتن، این ور می‌رفتن، اون ور می‌رفتن، از همین لای نیزارا
با قایق میرفتن جنس میوردن. مردم مرزنشینن، شغلشون همینه، همه دنیا همینطوره. نه به شرایط فلاکتی که مردم ایران دارن مبتلا بهش هستن. مثل سد گتوند میمونه، مثل اون یکی سده میمونه که رفتن زدن بدون اینکه محیط زیست رو نگاه کنن، بالا دستش پایین دستش رو نگاه کنن، ببینن اینجا چیه اونجا چیه. رفتن جایی رو سد بستن که کوه نمک، آبا همه شور میشه، آب شروع ول میکنن تو مزرعه، مزرعه خوش میشه. رفتن اون بالا وقتی آب بوده در بردن تمام این طرحهایی که فقط در حد طرحه و ما راجع به اینا حرف زدیم، گفتیم، توضیح دادیم، از آدم های مختلف پرسیدم، تو برنامه ها پرسش کردم، جواب شنیدم. ترکی یارو گفته آقا طرح شدنی نیست. گفته تو چیکار به شدن نشدنش دارید؟ تو طرح رو بنویس پولتو بگی. چیکار داریم میشه یا نمیشه؟ بریم اونجا برنج بکاریم، آب هست، رطوبت هست، خب برنج میکاریم، شرایط اقلیمی اجازه میده برنج بکاریم، بدون اینکه فکر کنه که این آبی رو که بردیم مصرف دادیم به برنج، این آب اون پایینده است، شاید که کفتری میخورد آب، یا که دست درویشی نان خشکیده فرو برده به آب، آب را گل نکنی، شاید که سیره پر می شوید. بدون اینکه به اینا توجه کنه، آب اون بالا بسته، این پایین به این بدبختی افتاده. طرف می گفتش که 70,000 هکتار همین امسال اضافه بردن زیر کشت برنج و برای این مقدار میگه 2 میلیارد متر مکعب آب مصرف کردن و معتقد بود اگر 1/10 این رو، یعنی 200 میلیون متر مکعب آب رو رها میکردن که بیاد پایین، چرا نمیذارن؟ چرا هورالعظیم اینجوری شده؟ برای اینکه شرکت‌های بزرگ غربی اونجا نفت دنبالش می‌گردن، خوش کردن که به نفت برسن. کاری به این نداره که تو اون منطقه، تو اون اقلیم چه بلایی به سرت میاد. اون منفعت خودشو میخواد. این براته این من و توست که از خانمون حفاظت کنی. ولی اینا یه مش دزدن، یه مش جانین، یه مش جنایتکارن. شما همین داستان کرونا رو نگاه میکنی، علنن دارن میگن آقا مافیاست، دعواست. اون میگه این دروغ میگه، اون میگه این دروغ میگه، اون میگه من راست میگم، تو دروغ میگی، تو دروغ میگی، من راست میگم. مردم اسیر، عبیر، گرفتار، وامانده، درمانده. آیا همه میتونن سفر کنن به ارمنستان و گرجستان و اینا برن؟ مثلا همه مردم میتونن سفر کنن برن اونجا واکسن بزنن؟ یه سری برن واکسن رو بزنن، دوباره برگردن، دوباره 20 روز بعد، 30 روز بعدش دوباره برن واکسن دوم رو بزنن؟ شدنیه؟ تو همین 8 سال
یا 16 سال یا 24 سال یا 32 سال یا 40 سال یا 42 سال. نگاه کنید به جامعه ایران، ببینید چه سیکلی رو هی بازی میکنه. هر دفعه اینطوری اینطوری جامعه هی آدماش عوض میشن، یه ده پول دارن یه فقیر میشن، ورشکست میشن یه ده دیگه پول دار میشن، یه ده ورشکست میشن یه ده پول دار میشن. این ثبات و امنیتی وجود نداره. خفتگیری جامعه رو فرا گرفته. من چقدر خوشحالم که راجع به اینا حرف زدیم تو این رسانه. راجع به یک دوستی آقای آروش زنگ زد جلوس پیش به من و گفت شما و دکتر عرفانی، کوروش عرفانی، شما دوتا رسانه راجع به وضعیت بانک‌ها، راجع به پتروشیمی، راجع به اینا حرف زدید، هیچ رسانه دیگه اینا راجع به شرف نزده. آقا رو من ندیدم، نه باهاش مراوده دارم. گاهی هر سبایی یه زنگی با ما میزنه، نمیدونم کجا زندگی میکنه. یه دمت گرم، خسته نباشی به ما میگه و قطع میکنه و میره. ولی نگاه میکنه، دنبال میکنه. چقدر خوشحالم که تو میهن تیوی یه شخصیت هایی برنامه دارن مثل ایرج مصداقی، مثل آقای سلیمی، مثل آقای روحانی، مثل همین کاوه کیانی که این برنامه ها رو با چه زحمت و مشقتی درست میکنه و معرفی میکنه. دنبال میکنه یه کسی مثل کامبیز فکری که شاهنامه رو برای ما تعریف میکنه، کتاب مقدس، کتاب الگو، کتاب راهنما، کتاب هویت، کتاب تاریخ ما، کتاب اسطوره ما. شما خودت شاهدی، نیازی نیست من اینا رو برات بگم. چرا من باید این حرفا رو به شما بزنم؟ خودت داری نگاه میکنی، میبینی. دیروز از آقای دانش میپرسیدم که تو این شرایط افغانستان چرا تو رو دعوت نمیکنن؟ گفت تو تنها کسی بودی که راجع به این یاد بود و مانومنت من حرف زدی، هیچ رسانه دیگه حرف نزد. گفتم چرا؟ به خاطر برادرت که وسیله جمهوری اسلامی اعدام شد، دکتر احمد دانش، که متخصص بود، توده‌ای بود، تو اون جریان های سال 60 گرفتن اعدامش کردن. عنایت فانی از همون تیر طایفه است تو رو یه بار صدا کرد، گفت چی بوده ماجرایی جایزه و مانومنت؟ اونم نذاشت راجب دانش حرف بزنی، نپرسید راجب افغانستان چی حرف بزنی. وقتی ایرج مصداقی جز میزنه یارو برام نیستی، حق نداری. چرا حق نداری راجع به عادی خرسندی؟ عادی خرسندی در مورد من، او سالهای پیش گفت خیلی بچه خوبه، پول نداره، به درد نمیخوره، معیارش پوله. اگه پول بدی خوبی، اگه پول ندی به درد نمیخوری.
اصل قضیه دست در دست هم نهیم به مهر وجود نداره. تو این نظام نکبت اسلامی طرحهای دهان پر کن، مثل همین برنج، رفتین تولید برنج کرد، یکی از کارهایی که اینا کردن در طول این 40 سال جا انداختن دروغه، علاوه خصوص در این 16 سال، یعنی از دوره احمدی نژاد دیگه اصلا در رو برداشتن و پرده حیا رو پاره کردن و همجور دروغ میگن. تو چشت نگاه میکنه دروغ میگه. ببین ما همه تحت تاثیر اونیم. فکر نکنی که تو تو فرنگ زندگی میکنی متاثر نیستی از اون القاعاتی که اون میکنه. چرا؟ ما هم متاثریم، به خاطر اینکه ما همه سمت و سومون به سمت ایرانه. ببین امروز که داستان برق و اعتراضات هست، اونه چه وله وله اینجا، اون ور ساکت بشه این ور آروم میشه، در حالی که باید عکس این قضیه باشه. یکی اشتباهاتی که در طی این سالها انجام دادیم اینه که میخوایم مثل یکی دیگه رفتار کنیم، در حالی که اون مثل رو هم بلد نیستیم. اگه بلد بودیم خوب بود. دیدی چقدر راجع به کنفدراسیون، که کنفدراسیون از آمریکا، از اونجا پول گرفته، خارجی ها پول گرفته، فلان پول گرفته، اینجوری بوده، چقدر دروغ، چقدر اطلاعات غلط بهت داده. واقعی اصلا اینا نبود که. نگاه کنید همین برنامه های تلویزیون جمهوری اسلامی رو الحمدلله همه نگاه میکنیم دیگه. چجور دروغ میگه؟ میگه نمیدونی شما اون بچه های نیستن. خب اینا که الان دهه 70 و 80 هستن، دهه 70 یعنی 30 سالشه، دهه 80 یعنی 20 سال، تینیجره دیگه. نمیدونن که ما چقدر از کجا مدرسه که میخواستیم بریم اینطوری نبود که. مملکت جنگ بود، یک تصویر سیاهی بهت میده، در حالی که داشتن از قنایم دوران آریامهری چپاول میکردن، یه چرخی میگشت و این لنگر چرخ نمیذاشت که چرخ بیسته. همه رو داره دروغ به تحویل میده، همه رو به دروغ میگه، تاریخ دروغ به تحویل میده. همه چیز پشت رو، همه چیز در هم بر همه. شما همین حادثه کشتیه که در امارات منفجر شده، میگن توش مواد منفجره بوده. چرا این کار کرده؟ مواد منفجره بزنیم تو کشتی خودمون؟ کشتی خودمون رو آتیش بزنیم؟ که ثابت کنیم که اون بندر اماراتی امن نیست. آی مردم دیگه اونجا نرید، اونجا هم امن نیست. چرا این کارو میکنه؟ بریم نگاه کنیم به شرایط. من این داستان افغانستان رو مرتب دارم سوال میکنم. جالبه پیشم به این نامه میفته که 32 فعال سیاسی مدنی مخالف حکومت ایران
روز پنجشنبه 17 تیر در نامه‌ای به نفتالی بنت نخست وزیر جدید اسرائیل از او خواستن که سیاست‌های دولت پیشین اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران را همچنان ادامه دهد. در این نامه که به امضای چهره‌های چون مجید محمدی، مریم معمار صادقی، احمد باطبی و 10 نفر از اعضای شبکه فرشگرد رسیده است، جمهوری اسلامی به عنوان عامل تهدید موجودیت اسرائیل و نفرت پراکنی علیه یهودیان توصیف شده و آمده است که راه نیکبختی و سرنوشت دموکراتیک ایرانیان و امنیت دراز مدت شهروندان اسرائیلی و یهودیان سراسر جهان از سرنگونی حکومت ایران. خب دست به کار شو، چرا رفتی سراغ اون؟ به اون چرا میگی؟ به اون چه ربطی داره مشکل تو؟ همین گروه مجید محمدی، مریم معمار صادقی، احمد باطبی چقدر راجع به این دادگاه حمید نوری فعالیت کردن؟ هیچی. چقدر مطلب نوشتن؟ چقدر روشنگری کردن؟ چقدر راجع به اهمیت این موضوع حرف زدن؟ هیچی. امضا کنندگان نامه بدون ارائه شواهدی هشدار دادند که ایران در آستانه دستیابی به بمب اتمی است و خطاب به نفتالی بنت نوشتند: ما از شما می‌خواهیم تا رویکرد درست سالهای گذشته کشورتان در تضعیف نیروهای تروریستی این رژیم به ویژه سپاه پاسداران را با قاطعیت بیشتر ادامه دهید. آدم خجالت می‌کشه، خودش خجالت می‌کشه. یک روز قبل از انتشار این نامه سایت خبری اکسکیوز گزارش داده بود که نخست وزیر اسرائیل قرار است پیش از دیدار قریب الوقوع خود با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در سیاست کشورش در قبال ایران بازنگری کند. به نوشته اکسکیوز، بازنگری این سیاست الزاماً به مفهوم تغییر چشمگیر در رویه کنونی اسرائیل در قبال ایران نیست، اما آقای بنت معتقد است که با توجه به روی کار آمدن دولت جدید در اسرائیل، وجود دولت دموکرات در واشنگتن و تداوم برنامه هسته‌ای ایران، این سیاست باید تازه و بروز شود. دولت پیشین اسرائیل به رهبری نتانیاهو مخالف سرسخت توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران بود. آقای نتانیاهو از تحریم‌ها علیه ایران حمایت می‌کرد و در این حال نیروهای اسرائیلی در دوره نخست وزیری و آشکارا مواضع نیروهای تحت حمایت ایران را در سوریه بارها هدف حمله قرار دادند. در دوره آقای نتانیاهو همچنین تأسیسات هسته‌ای نتنز هدف قرار گرفت و محسن فخری‌زاده از چهره‌های مهم برنامه هسته ایران، به علاوه شماری از افرادی که تهران آنها را دانشمندان هسته‌ای نامیده است ترور شدند که جمهوری اسلامی آن را به اسرائیل نسبت داده است. امضا کنندگان نامه در نهایت از دولت جدید اسرائیل خواستند که از اعتراضات مردم ایران علیه حکومت جمهوری اسلامی برقراری یک حکومت دموکراتیک حمایت کنند. برخی از امضا کنندگان نامه عبارتند از طیب آزموده، عبدالرضای احمدی عضو دانش آموختگان لیبرال ایران، ساناز باقری هنرمند کارتونیست، مایلی کیت جلالی حقوقدان، پویا دیانین رئیس کمیته روابط عمومی یهودیان ایرانی و بیژن کیان رئیس اندیشکده آوای آزادی. آدم واقعا خجالت میکشه که چرا، یعنی چی؟ چه حمایتی؟ با تو حمایت کن، چرا که از خودت مایه نمیذاری، همش منتظر یکی دیگه یه کاری برات بکنه؟ این از کجا نشأت میگیره؟ چرا؟ چرا واقعا؟
میگم واقعا شهر میکنه، نمیدونم چی بگم. شما نگاه کن، مملکتی که به دروغ یه بسیج رو فرستادم که از برق نمیدونم چیکار کنه، بره بین کیا مزرعه دارن، مزرعه بیت کوین دارن، چی دارن چی ندارن، دروغ میگه، همه رو دروغ میگه، خودشه. نوشته سلامتی ارمنیا که هرچی آخون ممنوکن رسون دستم. برای واکسن به ارمنستان بروید، برای ویزا به ابوظبی، برای امتحان تافل به گرجستان، برای کنسرت به آنتالیا، برای خوردن مشروب به استانبول، برای تجربه دریا به دبی، برای تجربه آزادی، برای زندگی نرمال باید از مرز رد شد، از سایه جمهوری اسلامی دور شد. توی گرمای 50 درجه تانکرای آب عسلویه را خالی کردند تا کارگران اعتصابشون رو بشکنن. این یکی هم شبیه اون داستانی نیست که 1300 سال براش عزاداری میکنید. ما نسلی هستیم که دیدیم فایزر زده ها برکت میفروشن. جالبه بدونید تعداد واکسن زده ها تو ارمنستان داره از تعداد واکسن زده های داخل ایران جلوتر میره. هر ایرانی که برای واکسن کرونا به ارمنستان میرود، برای دوز اول 400 هزار تومان، برای دوز دوم 600 هزار تومان به دولت جمهوری اسلامی به عنوان عوارض خروج از کشور پرداخت میکنند. ایران تنها کشوری در جهان است که از تمامی شهروندانش در هر سنی که باشند، از هر مرز هوایی، زمینی، دریایی که بخواهند خارج شوند، عوارض خروج از کشور میگیرند. آب نداریم، برق نداریم، اینترنت به شدت ضعیفه، به شرایط قرمز کرونایی رسیدیم، واکسن نداریم. مردم دنیا، صدای ما را از جمهوری اسلامی ایران بشنوی. اینو باید بگی، کار ما اینه، انتقال اون صدا به بیرون. کاری که کنفدراسیون میکرد اون دوره این بود. 12 تاشون تو پاریس جمع شدن، نه به شرط امروز، نه با این تلفن امروزی، نه با این تلفن، نه با تلفن قلقلکی، سیم بکش سیم بزن. اوتان دبیرکل سازمان ملل رو پای خط تلفن آوردن تا از شاه ایران بخواهن که اون آدم ها رو اعدام نکنه، که البته بر رو تپه ها اعدامشون کشتشون، نپش با تیر زدشون. این کار ما بود تو خارج کشور، این کار اونا بود تو خارج کشور، نه اینکه نامه به یه مملکت دیگه بنویسیم بهش بگیم برو بزنش. آدم خجالت از خودش، آدم خجالت میشه. چرا؟ آب نداریم، برق نداریم، اینترنت به شدت ضعیفه، به شرایط قرمز کرونایی رسیدیم، واکسن نداریم. مردم دنیا، صدای ما را از جمهوری اسلامی ایران میشنوید. رژیمی که برای استخراج بیت کوین برق مردم را قطع میکنه، حماقت محض اگه فکر کنیم قصدش از کنیسازی اورانیوم تولید برق. شما فکر کن دولت ارمنستان واکسن مجانی به توریستا میزنه، اون وقت مردم ایران باید 400 هزار تومن یه بار، 600 هزار تومن یه بار دیگه بدن به دولت خودمون تا بتونن برن واکسن مجانی بزنن.
پشمای چل روز بغداد هم ریخته. داستان هانیمون اینها با این ماجرای طالبان به زودی به پایان خواهد رسید. من یاد کالی کارتل میندازه. کالی پایتخت کولومبیا بود یه دوره. کالی کارتل، کارتلای کولومبیا که از توش اسکوبار اومد بیرون آخر. ال چاپو که گرفتنش الان تو زندان نیویورک و فلان و بهمان، چپو کوچولوه هپلو، شاگرد اون بود که به وسیله سپاه قدس در مکزیک مزرعه خشخاش کاشتن که از سود دلش بتونن کوکائین بیرون بکشن، برگ کوکائین بکارن، درخت کوکائین بکارن. چیزی که تو بولیوی بود بیارنش تو مکزیک. به وسیله چی؟ جمهوری اسلامی، سپاه قدس که در دوره 2015 یارو رو گرفتن، اسمش بود شادو، سایه، نه فانتوم، شادو نه فانتوم، نامری. اوباما گفت نه الان داریم باشون مذاکره میکنیم، فعلا کاریش نکن، ولش کن بره تا بعد ببینیم چی میشه. ولش کن الان موقعش نیست، بعد برجام. میدونیم که یکی از مسائل مهم در افغانستان همین قاچاق مواد مخدر و تریاک و همین ماجراست، هروئین و مشتقاتش. آیا جمهوری اسلامی تا به تحمل این رقیب رو خواهد داشت؟ چه اتفاقی خواهد افتاد؟ یه ویدیوه بذار ببینیم، میتونیم اینو با هم ببینیم. و چیزی دیگه که براتون بگم، مجاهدین همین روزا ما شما بذار ببینیم اینو میتونیم بشنویم. و چیزی دیگه که براتون میگم، مجاهدین همین روزا ما شما بسیار به راههای بسیار پر مشکل و بسیار به تکلیفات بسیار قوی زندگی میکنیم. اطمینان میدم براتون، با خدا باشید، با خدا باشید، در این راکت خود بسیار ثابت قدم قرار داشته باشید. خداوند شما را از هر جایی که باشه اکمال میکنه. به ذات خدا قسم، عزت هر فردتون پیش خداست. به تمام دنیا ثابت شده که شما چه مردم هستین. تمام دنیا قطع در کردن که شما چی کارای در داخل وطن کردین. تمام دنیا حرکت ما را، این توان کاری ما را نداره، این تکنیک ما را نداره. امروز اگه ما خواسته باشیم و امکانات بدیم مجاهدین موثر شوند، سعی کنیم عملیات دیگه ما در داخل کویت و پیشاور و اسلام آباد بباشیم انشاءالله. عملیات ما در داخل تهران و مشهد است. دیگه من بعد ما به توسط دکمه هزارها نفرشان داخل شهرهایشان میکشیم تا مادامی که خودشان به فغان بیفتن که به افغانستان دیگه لشکر وارد نکنند، مزدور وارد نکنند. اون مزدورایی که در داخل افغانستان فعلا به خاطر
منافع همه کشورهای کفری که 45 سال از خون ما استفاده میکنند، از کشته ما استفاده میکنند، از دربدری و جنگ داخلی ما استفاده میکنند، برای ایشان اعلام میکنم که دیگه دست خود را کوتاه کنید. ما کسانی نیستیم که تایبات نزنیم، ما کسانی نیستیم که مشهد نزنیم. ما مشهد دیشب تایبات دیشب زدیم، ما شهرک با خز دیشب زدیم، بازم میزنیم. اعلام میکنم اگر بالفرض دست از مداخله خود، مداخله کفری و شرکی خود بند نداشتن، من اطمینان میدم که من بیشتر 50% عملیات خود در داخل ایران و پاکستان شروع میکنم. این انشالله با توکل خدای خود، با توفیق خدای خود، به همت شما مجاهدین انشالله عملیات جور میکنم. امکانات برای تان آماده میکنم که باید هر عملیاتتان داخل مشهد و تهران و تایبات و داخل منطقه باشه. به تمام قوم بلوچستان و سیستان اعلام میکنم امروز خونتان باید مدافعتان امروز از شورای علی مرسا افغانستان است. باید بیدار شوید، به این حرکت خود اکجا کنید، هر جا کسی خود برسانید، بیایید به تمام شهرگاه ایرانی در منطقه سیستان و بلوچستان برای تان میم، ریموت، امکانات، وسایل، تکنیک، همه را برای تان میرسانم. برای تمام مجاهدینی که در داخل بلوچستان بلوچ هستن اعلان میکنم که بیایید تا همین مزدورانی که از خون قومها و اقلیتهای مؤمن و مجاهد دنیا استفاده میکنند اینا را به سر جایشان بشانید، ایرانی ها را بزنید، پنجابی ها را بزنید که دیگه مداخله در داخل قومهای افغانستان نکنند. این افغانستان به خاطر دعوای دروغین اسلامی را که میگن مجاهد هستیم خودشان جهاد نمیکنند، خودشان همان دستاورد جهاد نمیخواند، الهی کلمت الله را نمیخواند، حکومت اسلامی را نمیخواند، اما برای ملت ما میگن که شما باید جهاد کنید. این مردم احمقی که داخل شلا میگردند، احمقانو. اون چیزی که من از این حرفای این بابا میفهمم این استش که اون طالبی که بعد از خروج نیروهای شوروی از افغانستان رو تصرف کرد، اینا اونا نیستن، این اون نسل نیست، اینا اونا نیستن که برای جهاد فی سبیل الله و برای الله اینا کار کنه. نه، اینا هم عوض شد، اینا هم فهمیدن و پوشش رو نگردا، اما بچرخون سر تیغ و به سمت قومت، به سمت ملتت، به سمت وطنت، به سمت مردمت، از اون بار کم کن، به این یکی اضافه کن. یعنی اون بو و رنگ نمیدونم تند اسلامی رو دیگه شما در اینا نخواهید دید. اینا هم عوض شدن، اینا هم تغییر کردن، اینا اونا نیستن، اینا یه قوم دیگه هن، یه قبیله دیگه هن. بنابراین راه ما نامه نوشتن به نفتالی بنت نیست، راه ما از اونجا نمی گذرد. راه ما از درون خودمون، از همین جایی که هستیم رد میشه. خیلی جالبه برام، دروغ رو از خودمون دور کنیم، با این شارلاتان ها کنار نیاد. بزن این رو هم ببین. سلام عزیزانم، من نوریزاد هستم، موقتا برای درمان افروزه آمدم، ممکنه حالا یه چند روزی هم تمدید بشه، ولی درمانم در داخل زندان امکان نداشت. من مشکل قلبی دارم، ولی قلبم برای تک تک شما میتپه. اگر زندم با شما زندم، اگر نفس میکشم با شما نفس میکشم. شما برای من هستید که من هستم،
شما و سرزمینمون و مردم سرزمینمون انگیزه بزرگی هستید برای اینکه من سرپا ایستادم و مردان مردی در این سرزمین سرپا ایستادن. با هم باشیم. و یک شرم بزرگی الان من به دخترم میگفتم، گفتم من یکی از شرایط اصلیم برای پذیرش آزادی در هر شرایطی این بود که بچه های مشهد باید اول آزاد بشن، از داخل مشهد پیام بدن که آزاد شدن، بعد من. ولی بیماری من رو بیرون کشون و من از تک تک دوستانم شرمندم که بیرونم، اگرچه به خاطر بیماری. من امروز فردا رو اگر در خانه بمانم، از شنبه میرم بیمارستان بستری میشم، مشکلات قلبی دارم که باعث میشه و خون به مغزم نمیرسه، من هر از گاه بیهوش میشم. اینها رو زندان نفهمید یا نخواست که بفهمه، ولی به هر حال با تمام اکراه پذیرفتم که بیام بیرون و مداوا کنم که اگر شده یه روز بیشتر بمونم که بیشتر با مردم باشیم، در کنار مردم باشیم. ما خواستار شرافتیم، ما خواستار بزرگی هستیم، ما خواستار رفاه و امنیت هستیم، ما خواستار درستی هستیم، خواستار نخبگی هستیم، خواستار شایستگی هستیم. ولی وقتی اینها رو نمیبینیم برمی آشوبیم. آشفتگی ما از این رویه، نه این که حالا بخوایم دست در آغوش دیگرانی بیاندازیم که با ما نسبتی ندارن. شما همه نسبت منی، من همه شما رو دوست دارم و سر تعظیم در برابر بزرگانی چون شما فرود میارم دوستتون دارم. پذیرا باشید تعظیم من رو و فروتنی من رو نسبت به شما. ای مردمان عزیز ایران، این پسر من بوده، آیا الان این پسر منه؟ این من، انصافه؟ من چیزی نشده که ما یه مقدار لاغر شدیم. آره. وزنمون کم شده. آره. 35 کیلو بس گوش. موهامون بلند شده. اینم بخشی از صحبت‌های آقای نوریزاد بود و مادرش و خانواده‌اش و اینکه بشینیم اینجا و بگیم که از خودشونه بود، مال خودشه بود، چرا اونو نگرفتن، چرا اینو گرفتن، چرا اونو نگرفتن، مسیح علی نژاد اینجوره، اون اونجوره. وقت بعد بریم پای صحبت‌های یه آدمایی که اوج رزالتن، علنا دروغ بگن با خبر جعل، با خبر دروغ که رولایز هم همین الان اینجا بود و رفت و نیروهای من در اونجا به من گزارش دادن، همه رو دروغ بگیم به مردم، مردم گرفتار، البته بخشی هم مردم بیار، مردمی که یادش رفت کجا بوده، کجا ایستاده و امروز کجا قرار داره. شما نگاه کنید تو این شرایطی که ما گرفتار شدیم، یه راه بیشتر وجود نداره، یه راه. هر کاری که اون میکنه تو عکسشو انجام بده. از دروغ پرهیز کنید، سعی کنیم دروغ نگیم به هم دیگه، سعی کنیم صدای مردم باشیم، صدای مظلومان باشیم. ما از راه کمک به هم میتونیم این کار رو انجام بدیم. هیچ راه دیگری وجود نداره، هیچ راه میونبری وجود نداره، یه راه بیشتر وجود نداره.
ممنونم ازت. از تو نازنینم سپاسگزارم. اینم بفرستیم بره. Easy things make life a pleasure. نوشته با سلام و درود خدمت شما. وقتی رهبر ایران روزخان است و رئیسی که 6 کلاس سواد داره رئیس جمهور می شود، اوضاع مردم ایران بهتر نخواهد شد. هدف اصلی رژیم ایران نابودی اسرائیل و مردم آن است. اسرائیل باید بدون صبر و درنگ به رژیم ایران اعلام جنگ کند. سران رژیم ایران همگی حیوان صفت و جانوران خطرناک هستند. اسرائیل با حمله جنگی و با قدرت باید این حیوانات وحشی را از بین ببرد، مردم ایران را نجات دهد. مردم ایران منتظرند تا اسرائیل با یه حمله غافل ایرانه این رژیم را نابود کند. اسرائیل باید به جای حمله به پایگاه‌های شبه نظامیان واسه ایران در سوریه، به خاک ایران به قصد سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی حمله کند. همین منتظر بود که شما و اون مجید محمدی و اینا بهش بگید، خودش عقلش نمی‌رسید. اونا بلد نیستن، شما میخوای راهنماش باشی، بهش راهنمایی کنی. شما اگه بلدی راهنمای مردم خودت باش، نمیخواد راهنمای مردم اسرائیل باشی و به حکومت اسرائیل بگی چه باید بکنه. این همه تنپروری چاره ای نیست. میدونم به خاطر این همه هجمه ضد خبر، این همه دروغ که رسانه ها رو تبدیل کنی به پایگاه انگار که خودشون بلنگو ندارن، من بیارمشون اینجا و بهشون بلنگو بدم بگم بیا اینجا حرف بزن. چرا اینا این کار رو میکنن؟ به نظره اردن مهدی خزعلی به تلویزیونشون چه نفعی برای مردم ایران داره؟ آیا اونا بلندگو کم دارن؟ آیا جایگاه ندارن؟ خیلی عجیب بود. هفته پیش با تمام احترامی که برای آقای جمشید اسدی قائل هستم، خیلی برام جالب بود در برنامه مهستان این هفته معتقد بودش که نه، من به شرطی با شما همراه میشم که شما بازار رو بپذیری، بازار نفت خصوصی، شرکت نفت خصوصی بشه. من
مملکت در آتیش داره میسوزه، وبا و نمیدونم کرونا همه این مملکت رو فرا گرفته، بی آبی، بی برقی، گرما، فضای آلوده، هوای کثیف، یارو رو بده راه نمیدن، سراغ خونه کت خدا رو میگیره. من و مفهومش همینه. یه معیار بیشتر وجود نداره. ببینید که شما اینا رو میشه اینجوری تشخیص داد، ببینید چند تاشون توی این پرونده نوری همراهی کردن، همدلی کردن، همسخن بودن. این میتونه کلید راهنما باشه، این میتونه معیار من و تو باشه. راه دیگه ای من براش نمیشناسم. کلید میخوای دیگه، خط راهنما میخوای دیگه، دنبال اون میگردی. رهبر معناش چیه؟ اون سازمان آلترناتیوی که دنبالش میگردی معناش، مصداقش کدومه؟ چجوری میشه به اونجا رسید؟ از همینجا. از اینکه موازنشون رو نسبت به این موضوع بفهمی. یکی برای من فرستاده بود که آقا شما این برنامه رو ببین، ببین این با این میگه چی. میگفتم آقا شما چرا مردم رو تشویق میکنی به راه غلط؟ من حتی حاضر نیستم یک کلیک به این بدم که یه نمره به نفعش بشه. چی رو برم گوش بدم؟ چه حرف تازه‌ای داره یارو که من برم گوش بدم یه چیزی به دانشم اضافه بشه؟ خرسندم، افتخار میکنم، بر خودم میبالم که راه خطا نرفتم، راه خطا نرفتم. 20 سال تو این مسیرم، هر کدومشون رو بخوای بیاری بریزی تو کفه ترازو و وزن‌کشی بکنی، میفهمی که ما غلط نرفتیم، ما راه اشتباه نرفتیم، مردم رو به غلط دعوت نکردیم، مردم رو دعوت به اندیشه کردم، مردم رو دعوت به تعقل کردم، مردم رو دعوت به سازمان و اتحاد کردم. نه دعوت به کلاهبرداری. من باور کردم که برای نجات مملکت من یه راه بیشتر وجود نداره. خواستگامون بایستی که یک نظام سکولار دموکرات باشه. این دوتا به هم پیوسته است، وابسته به هم دیگه است. یه لحظه ایزه بده شما رو بس کنم. بفهم. درود بر شما. من همون شخصی هستم که هفته گذشته با شما تماس گرفتم برای اولین بار. بله. یعنی شنونده شما بودم برای مدتی، ولی من اینجا استاد دانشگاه هستم، در چندین سال اینجا بودم و هفته گذشته من خواستم یه موضوع رو دوباره اینجا به خاطر رو بیارم، چون من میانم بیم فکر میکنم شما یه شخصیتی تقریبا مستقل هستید و این کانال شما قابل اطمینانه، برای که دیگران همیشه یه وابستگی دارند و مشکوک هستند. و من خواستم بگم که من خیلی وقت در خارج بودم، یعنی در زمان هویدا من ایران رو ترک کردم و یعنی 15 سال قبل از انقلاب بود، بیکن انقلاب بود. من به نظر من باز بهش بگیم توطئه. به نظر من
من همیشه هم در دنبال این سیاست ها بودم، یعنی هم من روزنامه های انگلیسی میخوانم، هم فرانسوی رو میخوانم، در فرانسه 16 سال بودم و الان من تابعیت آمریکا رو دارم، یعنی پاسپورت آمریکایی دارم و در جورجیا زندگی میکنم. و به نظر من این من این کتاب به نظر من اگر ما بتونیم بفهمیم چرا مردم ایران یا اون تحصیل کرده ها این کتاب در پشت پرده های انقلاب باور ندارند، به ما نشان میده که دلیلش همینم که این رژیم در سر کاره، به خاطر همینه، برای که مردم این حقایق را باور ندارن. به نظر من چیزی که جواب میده، یعنی چیزی که به ملت ایران جواب میده، اینه که این یک رژیمی باشه که وابسته به بیگانگان باشه. یعنی شما بیاید هزار سال بگید که این رژیم آدم کشه، بچه کشه، دزده، جنایتکاره، اینها جواب نمیده. اینه در من در چون در انگلستان تحصیل کردم، من لیسانسم در انگلستان گرفتم، اینه از اونجا یاد گرفتم که این چیزها جواب نمیده با ملت ایران. چیزی که ملت ایران جواب میده اینه که ببینن حکومتشان به بیگانگان وابسته است و تا این ما مردم قبول نکنن، چون هر جنایتی بکنه هم میگن خود از خودمونه، بزن خودشون، یعنی این رژیم خدای خودیه. و به نظر من نمیدونم، من نمیخواستم ببینم نظر شما چیه در این باره، که چیزهایی که جواب میده اینه که مردم بدانن که این رژیم وابسته به بیگانگانه. خب باید اینو تعریف کنه، همطوری بگیم وابسته است چجوری، یعنی چی وابسته، یعنی چی، همه یعنی... وابسته، همه رژیم ها به دیگری وابسته. امروز دنیا نه یعنی در هم تنیدگی داره. آره، مخصوصا این اشتباه همینه. این وابستگی نیست مثلا وابستگی اقتصادی باشه، این چیزا وابستگی یعنی که اینها اراده خودشان ندارن و اینها بهش میگن پاپت، یعنی عروسک دست نشانده قدرت های خارجی هستن و 24 ساعته. شما نمیدونم کتاب، در این کتاب جعفر شفیع‌زاده به نظر من ممکنه شما بدلش داشتید، برای که اصلش با یک آقایی به نام سیاوش بشیری، این ویراستارش سیاوش بشیری بوده. من الان در جلویم هست این با. کتاب من هم دارم این کتاب. آره، در این کتاب اگه شما خوانده باشه، این اسم خانم دوریان مکری شنیدی؟ دوریان مکری در اون کتاب. بله، همین دوست دختر قدساده. نه آره، نه دختر، نه قدساده نبوده، دوست دختر همین جعفر شفیع‌زاده. دوست دختر قدساده است دیگه، همین یارو خبرنگار کانادایی دوریان مکری. نه دکران دوریان مکری اسم خانمی بوده که این جاسوس CIA بوده و در خودش معرفی کرده که دوست مثلا همسر خمینیه، میدانی؟ این در همون کتاب نه کتاب اشتران. کتاب خیلی ازت کتاب ممنونم. کتاب بله، مثل این کتاب عوضی رو شما کتاب بروجردی رو خوندید؟ بله، این یه کتابی به همین تایتل، یعنی در پشت پرده انقلاب با آقای بروجردی نوشته. اون درست نیست، اون بدلش، اصلش با سیاوش بشیری نوشته، سیاوش بشیری. به نظر من این اشتباه همینه، ولی به نظر من تا وقتی که ملت ایران این کتاب قبول نداشته باشم، هیچ تغییری در ایران صورت نخواهد. بسیار خیلی ازت ممنونم. خیلی ممنون. خدا متشکرم. خدا نفر. خدا حافظ بشه. ممنون از شما. این هم فرمایشیش. بله. خب البته در دوران خمینی در پاریس، خب طبیعی است، شما نیازی نیست، همین من بارها از این عزیزانم خواستم که همین سریال هوملند که مربوط است به شبکه نتفلیکس رو برید ببینید، شو تایم هم اونو داره، تو نتفلیکس هم هست و حتی سرمایه‌گذاریش مال فکر کنم مال شو تایمه، ولی نتفلیکس هم اونو پخش میکنه. 72 قسمته، برید اونو ببینید و ببینید که ماجرا چیه. 6 تا 12 قسمته، 6 تا اپیزود، هر 6 قطعه است در حقیقت، هر قطعهش 12 قسمت داره و 72 تا نمایش. خب نشون میده نقش سازمان CIA رو نشون میده،
در ماجرای طالبان در ایران، در عراق، در سوریه معلومه که هستن، حضور دارن. همین امروز شما نگاه کنید ببینید که سفرهایی که میشه، چرا یارو وزیر خارجه هند قبل از اینکه بره موسکو میاد تهران، چه چیزی تو تهران هست قبل از اینکه به موسکو بره میاد تهران، بعد تهران میره موسکو، چه چیزی رو این وسط میخواد به ایران منتقل کنه، یا چه پیامی رو از تهران میخواد بگیره ببره موسکو. شما نگاه میکنیم میبینی که قالیباف قبل از انتخابات چجوری رفت اونجا و چجوری پوتین تمسخرش کرد، راش نداد. نگاه میکنیم میبینی چجوری پوتین سراسیمه میاد تهران، کتشو در میاره میپره تو ماشین میره تیراس دیدن مرده. چطوریه که یارو اسد یهو میاد تهران، بعد این مرده تو همین این نواره که در اومده و همین گفتگوی جواد ظریف، خب موضوع مهمیه، رو میکنه دست اینا رو. طبیعیه که این اتفاق میفته، طبیعیه که رفت آمد میکنه. الان همین یارو مرده که سفیر جدید ایران در انگلستان معرفی کردن، خب نگاه میکنیم اونی که این تو گفتگوهای مهم بوده، این آدم چون زبان اسپانیایی برده، اسپانیش میدونه، انگلیسی میدونه، مسلط به این دوتا زبان، خب تو ماجرای نمیدونم آرژانتین و اینا این مسئول گفتگو بوده، اونجا این مسئول گفتگو بوده، همه جا این مسئول بوده. خب معلومه که این اتفاقا میفته، اما اینی که ما چشمونو ببندیم و بریم سراغ اسرائیلیه از اسرائیل بخوان، این اینو نمیپوشونه. بفرم. عصرتون بخیر آقای بهبهانی عزیز. بفرم. من یادم میاد این آقای مناشون امیر اومده بود اینجا تو همین اورنج کاونتی، تو این خیابون مین برنامه داشت، یه عده میومدن تو سالن که بودم، یه عده میگفتن آقای مناشون امیر اسرائیل آمریکا کی ایرانو بمباران میکنن، کی میشه اینا؟ یعنی من احساس کردم که اینا کوچکترین احساسی، شرفی، انسانیت هیچی از مملکت که نبودن. یادم میاد خانم سیمین بهبهانی اومده بود اینجا، یه عده تو سالن بلند میشد میگفتن خانم اینطوریه، تو از طرف اونا اومده اینا، داد و بیداد. خانم بهبهانی خیلی جواب خوبی داد، گفت داداش با همون لهجه داشت مشتی، بیا بریم میدون بنای، تو این بر باستم من اون بر باستم، به صدای بلند به هم بپریم. تو جرات این داری یا نه؟ از اینا زیاده. یعنی شما فکر کن که یه ذره شعور سیاسی دارن، اینا ندارن. میدونید مجید محمدی، بیژن کیان، اینا شعور سیاسی ندارن؟ آخه بستگی داره شما شعور سیاسی رو به چی تعریف میکنید. بله؟ چک. آفرین دقیقا زدین بوزای، زدین به هدف، درسته؟ حتما شما درسته. همین خودفروشی دیگه. من همسر سابق من امریکایی بود، زیادی هم سواد نداشت، حسابدار بود، خیلی هم منو دوست داشت. به محض اینکه من کریتیسایز میکردم سیستم امریکا رو، میره پیشیکم من با از امریکا شدیدن طرفداری میکرد. ما این احساس رو نداریم. اون بیچارهایی هم که میان طرفداری میکنن و نمیدونم چیز میکنن بهشون میپرن. یکی از کسایی که دوست منه، شما هم خوب میشناسین، یه دفعه من به شما معرفیش کردم، اومد تو برنامه شما یه برنامه اجرا کرد. آقا میگم که این نسرین محمدی واقعا شیرزنه تو بهشت زهرا، نهیدید چی دو بیا یا اون نرگس محمدی، نسرین ستوده، نمیدونم اینا آدم ها شیرزن. نه آقا اینا رو خودشون علم کردن. میگم نه اینا رو خودشون علم کردن. من نمیدونم چجوری میشه، نمیدونم چجوری. ما دوست نداریم مملکتمون آقای بهبهانی، ما مملکتمون رو دوست نداریم. ما دوست ما منافع شخصیمون رو دوست داریم. متاسفم، واقعا متاسفم، اینو میگم، ولی ما مملکتمون رو دوست نداریم. درست. من اگر ببینم آقای بهبهانی برنامه‌اشو
زیاد کرده، نمیدونم دو تا استیشن زده فلان، تا صبح دق میکنم. آقا چرا دق میکنی؟ این یه ایرانی موفق شده. میدونی چی میخوام بگم؟ فقط میشه تأسف خورد به اینا. ممنونم ازم، مرسی، قربونت برم. ممنون، مرسی. عرضم به حضورت که خب این ریشه در گذشته دور داره، یعنی اینکه اونجایی که چون شکل دیگه داشته، بعد این شکل ریفرم شده، عوض شده، تغییر کرد، ما یه جایی از این قافله جا موندیم. یعنی اونجایی که ناظم الاسلام میگه راجب تاریخ بیداریان، اونجا همونجاست که ما جا موندیم. ماجرا کهنه نیست، ماجرا مال 200 سال پیشه، چند سال پیشه، 1800 1900 200 سال دقیقا 200. یه جرقه زد، یه ها تغییر کرد، بعد یه سری تعریف نو اومد، ما اونجا جا موندیم. در جلسه هفته گذشته راجب مردم و رهبری حرف زدم که دو تا که بیشتر نیست توی هر یه جامعه‌ای، که دو تا عنصر که بیشتر نداره، که یکی مردمشن، یکی الیت و رهبرانشن. اینا اگه با هم هم پیوند بشن، به هم گره بخورن، و کار درست پیش میره. هر وقت اینا اصلا جدا شدن، دور شدن اصلا دیگه، هیچ وقت اون ممالک پیشرفت نمی کنن. دیروز پریوز بود همین ماجرای جنگ اولو و ماجرای لورنس بود، میخوندم که لورنس عربستان چه میکرد، یا انگلیسی تو عربستان چکار میکرد، چجوری نقب زده بود از پشت بر علیه دولت عثمانی، عثمانی رو بزنن. جنگ اول دیگه، فروپاشی امپراتوری عثمانی، ایجاد یه سری کشورهای جدید تو خاورمیانه. امروز راجب همین بانوی مصر، راجب شخصیت سادات، کی بود این مرده؟ اینا یه نسلی بودن دیگه، مثلشون پیدا نمیشه. نشد اونجا که اومدیم تعریف کنیم، یه سه دو سه تا اتفاق بد افتاد. یکی جنگ اول بود، بردیم به جنگ اول، و ماجرای مشروطه در ایران مصادف با جنگ اوله. اروپا متحول میشه، ما اینجا همین مثل شرایط دقیق مثل امروز دیگه، یه همچه آشفتگی وجود داره در مقابل غرب و جهان و فلان اینا. ایران دوچار یه چنین آشفتگی هست. این لحظه ایزه بدیم من شما رو وصل کنم. بفر. سلام علیکم آقای بفرمانی. سلام. من وحید هستم، از کانادا مزاحمت میشم. آقای وحید یه ذره بلندتر صحبت کن. چشم. اجازه بدید هنسفیری رو قطع کنم، شاید صدا بهترش. بله. بهتر الان. خیلی. بله ممنون. اولا که خواستم تشکر کنم از زحمات شما آقای مصداقی، آقای اصلانی و بقیه دوستان. و من 35 سالمه مرد اطلاع شما، و خواستم بگم برنامه هاش که دنبال میکنم من صدای شما رو ندارم. نه بفرمایید، من دارم گوش میدم، شما حرفی نمیزنید. من بله، این برای من واضحه که آقای کانال یک چیکار میکنه، شما چیکار میکنید. از نوع آدمایی که دعوت میشن،
واضحه که چه کسی سرش به کار جدی گرمه و چه کسی به قول شما سرش به این گرمه که هیاهو به پا کنه و چیزی واسه خودش دست و پا کنه. این به کنار دیگه بستش ندم چون سوالم چیز دیگه ایه. اینو من میفهمم که جان کار اونجایی که آقای مصداقی در انجام میده و سوال من اونجاست و نگرانی من اونجاست. من از کسایی هستم که بعد سال 88 به فکر رفتن از ایران افتادم و از سال 90 از ایران رفتم بیرون و دانشجویم رفتم بیرون. یکی علل رفتن بیرونی بود که ناامید شدیم از جنبش اجتماعی. یکی از چیزایی هم که ما رو ناامید کرد این بود که فهمیدیم اوباما با ما نبود، با اونا بود. و حالا ما میبینیم عفو بین الملل هم با ما نیست، با اوناست. اینجوری که آقای مصداقی توضیح میده و ما میبینیم و میفهمیم. حالا تو این برهوت این خیلی اتفاق خوبیه که دادگاه نوری اتفاق میفته و امیدوارم که بیشتر از اینا اتفاق بیفته. ولی اینجا امید ما باید کجا باشه؟ آیا ما باید به نهادهای بین المللی اعتماد بکنیم؟ تا کجا اعتماد بکنیم؟ آیا بر اساس اوکیژن اعتماد بکنیم؟ اینو میخوام اگه ممکنه از آقای مصداقی بپرسید، ایشون هم تجربهشون زیاده در این مسئله، هم مطالعاتشون، اینو ما رو روشن بکنن که ما بیهوده نریم یه روز باز بگیم اوباما یا با اونا یا با ما. اینو میفهمم که بله ما باید حرکت کنیم، ولی تخم مرغامونو وقتی که اون روزی که تخم مرغی داریم کجا بذاریم؟ اینو میخوام بگم. این سوال من اینه. بسیار ممنونم از لطف شما. قربان باشید. قربون شما بشم. خدا. خدا. ببین برادر من، خب اگه یه چیزی وجود داشته باشه تا اون یارو بیاد. ببین مثلا من امروز چیزایی نمیتونم همه رو برات بگم که آخه سختمه. من این رفتار ترامپ رو در مورد ایران اصلا قبول نداشتم. آقای مصداقی قبول داره، میگه آقا این خیلی کار خوبی کرد، در حالی که من نتیجه کار رو دیدم که ایران در غنی‌سازی به اونجایی رسید که موفق شد که اورانیوم فلزی تولید کنه، ولی وضع معیشت مردم همینیه که جلو چشمه دارم میبینم. او برای من این کارها رو نمیخواست بکنه. یا اینکه امروز میگن که نمیدونم آقای بایدن اومده که نمیدونم ایران و آمریکا رو تحویل ایران بده، اینا همین کار رو میکنن. همین امروز میگه هر شخصیت حقیقی و حقوقی به دلیل دست داشتن در تحصیلات صادرات غیر مجاز کالاهای ساخت آمریکا به ایران به فهرست تحریم‌ها اضافه شده. من نمیدونم چجوریه، پس چرا باید این اتفاق بیفته؟ الو یه لحظه اجازه بده من صداتو بذارم بالا. خب این که اگه با اینه پس چرا تحریم میکنه؟ اگه میخواد جمع کنه پس چرا دوباره تحریم اضافه میکنه؟ بفهم. الو آقای بهرانی. بفهم. حالشون خوبه؟ ممنون. آقا من یه صحبتی داشتم، میگه مردمی که بدبختی خودشون به صورت جوک تعبیرن و بخندن باید به حالشون حقیقتا گریز. مثلا این که رهبرهاشون یه مش آخوند لبادکار هستن که تو فعلیه خب از اول همین کارشون شروع بوده. یکی این دوم این که زیاد دلتون به حال این ملت نسوزه. یه مثال ازتون بذارم که یه خود روشن بشین. شما فرض کنید مردابی داریم، این مرداب آبزیهای خودش جونورهای خودش رو میپراره. مثلا ماهی آزاد شمال نمیدونی تو مرداب زندگی کنه. خب این چی میشه؟ یا میمیره یا بالاخره هر چی میشه عبه میره. نمیتونی جزید مردم ایران همینطوری هستن، اینا همهشون برسه خود آخونده هستن، فقط زورشون نمیتونه به مقام بالاتر که خوشیم برن بالا. من رفتم ایران چند با هر کجا میریم جلو چش آدم دروغ میگن، دوزی میگن. مثلا سوار تاکسی میشی 1000 تومانی میده، بعد تو میخواد برگشت بگیم آقا تو 500 تومانی بنده، تو چه 1000 بنده دی الکن دستش میگه اون زیر از این 1000 تومانی داره، میگه ناهاش ببین آ اینو تو بنده دی. این خلاصه معذرت که از نظر این چیز اینا که گفتی. دوم این که بعد چیکار کنیم که انقلاب بشه مردم بیان بیرون؟ بعد فقط ملینی بیان بیرون، یعنی اینکه
تمام مردم بیان بیرون. حالا چطور این اتفاق میفته؟ اگه هی بشینید صبح تا شب بگیم که هی مردم بیاین بیرون، این فایده نداره. این 1% یا حتی کمتر از 1% هستن، اگه اینها مردم محل خودشون شناسایی بکنن، میتونن روشن بکنن تکلیفشون رو با اونه آدمای خاموش، چون که اینا کسایی هستن که نور به نرخ روز میخواد. بس بگن آقا یا اینوری یا اونوری، یا باید با ما باشی بیا تو چرخ خیابون، یا باید با جمهوری اسلامی. این وسط نمیتونی موج سواری کنی نور به نرخ روز بخوری. ببخشید من خود سینم درد کنم. نه راحت باش، میدونم، چون من قبلا هم بهتون گفتم من سرباز جنگ بوده، هم شیمیایی هم شدم. بعد یکی از مسائل دیگه که الان شما چیز کردین از نظر چیز که گفتین که اینا چرا رفتن 24 نفر هم چند مطال نشیده بودن، گفتین که اینا چیز شدن چرا رفتن به اسرائیل، گفتن که بذارم سپاه پاسداران بزنی. خب چیکار کنه مثلا یادو آقای مثلا محمدی یا آدم 67 ساله که مثل من هم نمیتون راه بره، چیکار کنه؟ توفن بگه دستش بره توی فرودگاه مهرآبا، توفنگ رو بکشید چهار تا پاسدار بزنید، اصلا میشن چیزی؟ مردم، بله شما درست میفهمید، به شرطی که مردم بیاد تو خیابون. وقتی مردم نمیاد و چه فایده داره؟ اینا هم میرن طالبان میارن تی شلینگ ها تو مغز یارو، اونجا عیب نداره. ولی اگه اصلا اسرائیل دو تا پادگان تروریستیشون رو تو سوریه بزنه، چهار تا پاسداری که به دخترای مردم زمان 67 57 تجاوز میکردن، بعد ظرف شیرینی میوردن خونه پدر مادرش میدادن، اون عیب داره. ولی دو تا پاسداره که زدن کشتن توی سوریه که رفتن جمع دستن بچه های سوریه رو بکشن یا یمن و یا حتی افغانستان رو، این عیب داره. خیلی من مرسی. بذار من یه پاسخی برای تو دارم، امیدوارم بتونم درست مقصد رو بیان کنم اگر که گوش بدیم. مربوط است به رو میبینید دیگه، ببینید خودتون. مثلا میتونم بپرسم که کدوم یکی از قهرمانان، فرق نمی کنه تاریخی، ادبی، کدام یا کدام ها بیشتر مورد علاقتون هستن؟ سوال بسیار خوبی است. من خیال میکنم مردم، اونایی که اسمشون هم تاریخ ثبت نکرده، اونا قهرمانان مهم مملکت بودن. افرادی هستن که چون در یک موقعیتی بودن اسمشون در تاریخ بود، ولی بین اون زمانی که شاه سلطان حسین شکست خورد و نادر دهلی رو گرفت 16 سال نسل عوض نشده بود. همون افرادی بودن که با شاه سلطان حسین بودن، شکست خوردن، همون افراد با نادر دهلی رو گرفتن. پس نشون میده که افراد عوض نشد، رهبری درست بود. پس در مملکت ما اون چیزی که بسیار مهمه اون رهبری است. و خوشبختانه بازم عرض میکنم ما در این زمانی زندگی میکنیم که از یه رهبری برخوردار هستیم، عاقل، دانا، داهی، که ما رو از یک نقطه ضعف به این نقطه قدرت رسوند. در عرض ده خب البته به نظر من دیگه اویدا از اینجا بعد شو شوخی میکنه، ولی لب لوا به حرفشونه. پاسخ شما هم همین بود، قهرمان ها مردم هست. میگه اونا یه آدمایی که در یه نقطه‌ای در تاریخ واقع شدن، اسمشون رو مردم‌ها دیگه دیدن. اما واقعیت صحنه قهرمان مردم، قهرمان ماجرا هستن. و این مردمان، این مردم ها هستن که نقش تعیین میکنه. نه به نظر من این که دروغ داره بهش میگه، زیر بمباردمان دروغه.
من همیشه اینا رو به اشکال مختلف بیان کردم، مثلا راجع به همین اسلام میگم این حرفایی که امروز میزنه رو زیاد جدی نگی. چرا یه روزگاری نه چندان دور ما بلند میشدیم نصف شب از خواب کف میزدیم برای اینکه یک نفری پیدا شد و یه قولتشنی به نام کاسیوس کلی اسمش کرد محمد علی مسلمون شد و میگه آقا من جنگ ویتنام نمیرم، من مسلمانم، دین من اجازه نمیده اصلا ببینیم جنگ. مردم کف میزدن راست میگه دین اسلام دینه انما مؤمنون اخوه، همه مؤمنین که خدا رو باور دارن با هم خواهر برادرانه. حالا این روشو برات پخش میکنه، نه اونشو جدی باید گرفت نه اینشو باید جدی گرفت. درست میگه، میگه 16 ساله از ماجرای اشرف افغان و شکست شاه سلطان حسین تا لشکرکشی نادر به هندوستان، همون مردم هم سر فرود آوردن. دکتر میمندی نژاد تو کتاب زندگی پرماجرای نادر تعریف میکنه که خب میدونی که اینا لشکر یونیفرم پوش داشتن، نبود جای دیگه نداشتن، که اینا قزلباش بودن، سرخ جامگان درست کرده بود برای خودش. قبلا که لشکرکشی اینجوری نبود، رام انداختن تو هر دهی آبادی و کت خدا و مباشر و حاکم میگفتن از اونجا آدم برای اون بفرست، اونا هم عجیب میکردن، سرباز بگیری میکردن. اون لشکر با اون عظمت رفت تو زیر زمین قایم شده بود، پردارم کشیده بود، لباسش تنش کرده بود، یونیفرم و جلیزقه و نمیدونم واکسیل و مدالاش آزون کرده و شمشیر کشیده بود که آه افغان کجا سرش بزنه. بچه میگو با پشت گو افغان شد داد نزن صدا تو میشنوه. همونا بودن رفتن بعدن هندوستان گرفت، بچه ها کردن یه جای دیگه بردن. این همون مردمی بودن که دو سال قبلش چهار آبان فریاد جاویدشا جاویدشا میگفتن. همون مردم فرقی نکرد. دکتر تماسبی تعریف میکرد برای من نوارش از ویدیوش، درود به این مرد با شرف، این دو برادر احمد و ناصر تماسبی، احمد در برلین، ناصر در واشنگتن. میگفت وقتی اون یارو دانشجوی آلمانی آقای لیمونادی اینو بارات قصهش رو تعریف کرده به انهای مختلف تو برنامه هاش، یه برنامه هم اصلا اختصاصی با آقای میبودی دوتایی نشستن و آقای لیمونادی روایت دیوار برلین رو که خودش اونجا شاهد و ناظر بوده رو تعریف میکنه که دوستم ساعت 6 صبح اومد در خونه ده زد که چه نشستی بلند شو بیدار شو که دارن دیوار میکشن. خوابالی اومدیم نگاه کردیم دارن دیوار میکشن، یه عده تونستن فرار کنن بیان، یه عده جا موندن، بعد دیوار کشتن، بعد دیگه هرکی میخواستن با تیر میزدنش. مردم آلمان یه مردمن، اون میشه آلمان شرقی، این میشه آلمان غربی، یه مردمن، یه غذا میخوردن، یه جو حرف میزدن. کار به اونجا رسید که آلمان غربی تونست آلمان شرقی رو بخره بعد از فروپاشی شوروی. اول جایی که ضربه زدن دیوار برلین بود که فرو ریخت، قبل از اینکه شوروی بریزن دیوار برلین فرو ریخت. هنو گورباچوف هنو یلسین نیومده. یه مردم اون شد آلمان شرقی و شد آلمان غربی.
درست میگه آقای عبیدا. مردم که فرق نمیکنن که. رهبری جامعه است. اما اینی که شما میگی که من به عنوان یه اون نفر قبلی 35 ساله ای که میگم من 35 سالم از 88 از ایران فرار کردم اومدم مردم اینجور اونجور، نه مردم نه اینجور نه اونجور. رهبری جامعه چه شکلی باشه مردم همون شکلی میشه. با اون تو همین آمریکا نگاه کنید دوره ترامپ مردم چه شکلی بودن، دوره اوباما چه شکلی بودن، دوره ترامپ چه شکلی بودن، دوره جورج بوش چه شکلی بودن، دوره ترامپ چه شکلی بودن، دوره اوباما الان چه شکلی هست. چرا؟ در ماجرای 11 سپتامبر گفت برو بزن بزن بکشیم نابود کنیم، نابود باید گردن. بعد 8 سال دوره اوباما گفت نه آقا چی برید اصلا رفتن ایستن با همین طالبان، از اونجا مذاکره شروع شد. مردم گناه ندارن، مردم بیگناهن. اون احمقی ببین این آقایی که برات گفتم دیشب توی یارو بود بی بی سی بود آقای ناصر کرمی، خب درست داره میگه، این آدم باسواد بود. خب فکر میکنه اینا تو ایران بود، مرد بلد بود، اینا اون طرح ها رو مینویسن. بریم که برنج بکاریم. فکر نمی کنه اون پایین ده شاید سیره‌ای می خورد آب، یا که دست درویشی نان خشکیده فرو برده به آب، یا کفتری پر می شوید. آب را گل نکنیم. نه این همین الان رو نگاه میکنه. آقای محمدی به عنوان جلودار چراغکش فلان یادش رفتی و عتبه. یه جور باید وایسی فستقم کما امرت، اونجور بیست که باید بیستی، حکم عقله. ولی این یادش میره، باید فراموش میکنه. خرسندم خوشحالم که شما بیننده ما هستیم، خرسندم خوشحالم که میتونیم تو این شرایط سخت در این تنگنا سوسوی به سمت آینده رو به مردم نشون بدیم که امید باید. این نظام رفتنیست، این نظام ریخته، این نظام هیچی ازش باقی نمونده. شما تو 88 گفتی از ایران اومدی بیرون، ویدیوهای 88 رو نگاه کنی، اونجایی که یارو تفنگ گرفته چک چک تیر میزنه، داره عقب میره و تیر میزنه، فرار میکنه و تیر میزنه، تفنگ دستشه، مردم تیر میزنه ولی فرار میکنه از جمعیت. امروز مردم میتونن حماسه بیافرینن، مردم قهرمانن. توهین نباید بکنی به مردم. هر کسی توهین کرد به مردم باید جلوش بایستی. مردم هیچ گناهی ندارن. مردم توده است. توده یعنی چیزی که شکل نداره، فرم نداره. اینو تو توده رو میگیری، شکل بهش میدی، فرم بهش میدی، مس.
مسه. خیلی صحبت های خوبی بود امروز به نظرم، از زاویه های مختلف حرف های خوبی زدن. اما یادمون نره ما یه وظیفه بیشتر نداریم، صدای مردم باشیم. صدای مردم رو برسونیم. یه لحظه ازده بدیم من صدای شما رو بس. امروز دست فرمون هم خوب بود تا اینجا و بفرم. حالا آقای بهبهانی بفرم. آقا ببخشید شما الان میگید که این مردم همون مردمی بودن که قبلا بودن. نه خیلی همچین چیزی نیست. این مردم دو نسل نسل عوض شدن و همون شکلی که هر وقت من میرفتم ایران من خودم قریب حساب میکردم این شهر خودم که به دنیا مادم. اینطوری نیست که این مردم همون مردم هستن. این مردم همون هایی هستن که یه زنه رو دارن بگیرن تو خیابون هم کتکش میزنن 40 تا 20 تا نار گردن کلوف بغلش رد که حتی نگاهش هم نمی کنن. ببینی من خودم قبلا جزء انقلابیون بودم تو 57. البته به وجدانم این راحتم که به کسی سلامه نزدم، فقط تو ایدم بود که ضد شاه بودم. بعد از این همه مدت حالا برگشتم دیدم که نه، واسه این مملکت همون شاه باز باشه که همه ماها رو بپرد، چون ما نژادن یه طوری هستی وقتی به یه بعضی میرسی همه چیز رو فراموش میکنی. این عظیم من چیز نبودم، من یه خانواده مروکرست بودم پایین، مروکرست پایین. اینه که برشم از نظر اینکه گفتم مردم باید بیان بیرون، اون یک درصد کمتر یک درصد باید تکلیفشون با اون کسایی که خاموش هستن از پشت پنجره نگاه ترجیح بونه خودشون رو معلوم کنن، میگن آقا یا با مایی یا با اونا، این وسط نمیتونیم مستواری کنیم، بیا جلو بیا جلو، یا با ما یا با اونا. اگه با اونایی خود تو میشه دشمن ما، ما با تو مواجه میشیم، با تو برخورد خواهیم کرد. بعد اونا دیگه مجبورن دیگه نمیتونن این وسط بایستن، یا باید برن طرف جمهوری اسلامی، طرف پاسدارا، یا باید برن طرف مردم. این تنها راهشه. اگه 100,000 نفر بیان تو خیابون فایده نداره، ولی اگه شما حساب کنید تو تهران 15 میلیون نه 5 میلیون بریزن بیان تو خیابون، هیچ کس هیچ کاری نمیتونه بکنه. پس شماها ای جمعیتی کمتر از 1% که تمام فشارت روشونه، دشمن اصلی شما پاسدار و بسیجی نیست، دشمن اصلی شما اون کسی که افش به تو خنجر میزنه، همون هستن که نگاهتون میکنن و هیچ کاری انجام نمیدن. بعدش کاش یه قطعه خون رضا شاه کبیر تو تن نوش بود ما این وضعیت نداشتیم. میگفتن رضا شاه خدا رحمتش کنه که ما هر چی داریم از اون داریم. حالا من تازه فهمیدم بعد 30 سال تازه دارم میفهمم. این بشر میگفتن در روز 5 تا کلمه حرف نمیزنه ولی 20 تا چیز تاسیسات انجام ده، ولی پس نوش قرونش برام فقط حرف میزنه، صبح تا شب تا ولش کنی حرف میزنه. خود این نشون میده که پسر نوه رضا شاه با خودش خیلی فرقه. ولی ممنون از شما دارم. مرسی. ممنونم. اما خودت حرفای خودتو یه بار دیگه گوش بده. ببین که چقدر با من اختلاف داری. چقدر با این حرف امیرعباس و اویدا فاصله داری. مردم تحت مدیریت اون شکلی میشن، این شکلی میشن، همون مردم هم. به مثال آمریکا زدم، مثال همین جا و همین لحظه رو زدم. یه مردم هم یه شکلن، رهبری عوض میشه، اینا عوض میشن، رویاتشون عوض میشه. همون مردم بودن. دکتر تماسیری گفتی گفت یارو دانشجویی که کشته شد تو آلمان تظاهرات گذاشته بودیم، بعد میگفتیم شاه ایز مردره، فرشورشه سرش از تو دکونش در رو گفت شاه مرده، اینجا گرفتاری. جام ما میگفتیم شاه ایز مردره، شاه قاتله، اون میگفت شاه مرده. برشوروش بود، تو آلمان هم بود، فلان هم بود.
نه عزیزم. معلومه که شما تو شهرت بری غریبه ای. ولی اون مردم ها گناهی ندارن که 15 میلیون هم نمیخواد. من به مثال زدم، گفتم تو همه اینا رو به مثال بهت نشون دادم، گفتم نگاه کنید تو ویدیوش هست. حالا من بازم میگردم هفته دیگه ویدیوشو بهت نشون میدم. یارو داره تیر میزنه ولی عقب عقب فرار میکنه، میترسه. خب میدونه، خودشون همه میدونن، خود دستگاه حاکم همه بهتر میدونه چه فضاحتی تو مملکت به بار آورده. یه لحظه گوشینو ساخله به قول فرنگی ها، بذار اینو برات بگم. انتقاد مینو معارض از رقابت بچگانه برای تولید واکسن کرونا در ایران، وزیر بهداشت در کمال وقاحت زیان نمایی میکند. مینو معارض، یکی از مقامهای بهداشتی سرشناس و از دستندرکاران واکسن برکت، از رقابت ناسالم میان نهادهای ایرانی مختلف برای تولید واکسن کرونا انتقاد کرد. در این حال سعید نمکی وزیر بهداشت انتقادها از وضعیت سیستان و بلوچستان را سیاه نمایی دانسته. واکسیناسیون سراسری در ایران با کندی و آشفتگی انجام می شود. مقام های مختلف اظهار نظرهای ضد نقیض در این باره داشتند. از جمله چند روز پیش خود خانم معرز از منتفی شدن تولید واکسن پاستور با همکاری کوبا خبر داد. سخنی که به سرعت تکذیب شد. خب دیدی که اون یارو، پسر اون یارو محمد، چی اسمش، انگلیسی حرف میزنه، باباش هم تو همین دستگاه خمینی بود، دکتر بود. میگه چی؟ میگه آقا آمریکایی‌ها در تولید واکسن ما اختلال ایجاد میکنه، خرابکاری میکنه، استیل ایجاد میکنه. بله، از این خانم از منتفی شدن تولید واکسن پاستور با همکاری کوبا خبر داد. سخنی که با سرعت تکذیب شد. تا روز جمعه به 4,529,842 دوز اول واکسن کرونا تزریق شده و 2,128,850 نفر هم هر دو دوز واکسن را گرفتند. یعنی نسبت کسانی که واکسیناسیونشون کامل شده به 3% جمعیت هم نمیرسد. با وجود اینکه آمار واکسیناسیون روزانه به 50,000 دوز هم نمیرسد، سعید نمکی وزیر بهداشت ایران گفته از فردا با تزریق روزانه 400,000 دوز واکسن با قدرت تمام واکسیناسیون کرونا شروع شد. نشون میداد که خود یارو، مثلا تلویزیون ایران اینترنشنال تو خبرش نشون میداد که ارتش یه سری آدم رو فرستاده به سیستان و بلوچستان و یارو هم وایساده اونجا که بله ما بیمارستان سرایی درست میکنیم. اونجا اون یارو ایران اینترنشنال نمیپرسه که پس سپاه پاسداران کجاست؟ چرا اینجا که میشه ارتش میره جلو؟ پس سپاه چه نقشی داشت؟ بخور بخور اونجا خرمالی مال این؟ این اون چیزیه که وظیفه رسانه است که باید بگه به مردم، نمیگه. نه عزیزم، دست خارجی نی، دست خودمونه، دست رمضانپور، اون یارو رسام صاحب تلویزیون، مدیران اون تلویزیون ایران اینترنشنال. از صبح تا شب خبرهای بیخودکی، آدم های عجق و عجق و هی بیاری از این ور به اون ور.
$100 $50 پول تقسیم کنی فقط. شده یه جایی برای تقسیم پول. بعد به یارو میگی بیا اینجا، میگه بهم گفته اگه بیام اینجا پولمو اونجا نمیدن. به کجا رو بگن؟ تقصیر کدوم دولت خارجی بابا؟ خیلی قشنگ یه بار مصداقی اینو توضیح داد، گفت یعنی چی؟ یعنی وقتی من اینو گذاشتم جلوش باش کل کل کردم جیغشو درآوردم؟ توضیح داد گفت مثلا تو فرض میکنی که، تو فکر میکنی که به سنجابی دولت آمریکا گفت یا انگلیسا یا اوشیگی بهش گفتن تو که داری میری به کانادا برای انجمن سوسیالیستای جهان، در کنگره بزرگ سوسیالیستای جهان که در کانادا تشکیل میشود، با آقای سنجابی گفتن تو وسط را تو پاریس وایسا، برو پیش خمینی بگو من نمیرم اونجا، استعفا میدم. وقتی آقای شریفی حسابدار بختیار رو آوردن تو همین تلویزیون که روی یوتیوب هست، میتونی بری دنبال کنی ببینی، ما دو بخش یوتیوب داریم، یه بخش اون گوشه صفحه گذاشتم دوره اول، یه بخش این جدید اون بالاست، برو اونجا میبینی. 3000 تا فقط ویدیو اونجاست، بالای 3000 تا ویدیو اونجاست. هیچ رسانه یه همچین آرشیوی که من دارم و نداره. خب اونجا آقای شریفی که حسابدار و چشم و گوش بختیاره تعریف کرد، گفت آقا نه آقا اینجوری نبود، زنش بهش دعوا کرد، گفت خاک تو سرت کنه، حالا بعد این همه سال تو جبهه ملی بودن تو هیچی، بختیار رو برن بکنن نخست وزیر. از اینجا دعوا شروع شد، زنه بهش گفت، زد تو سرش. کی آمریکا به سید جلال تهرانی اون نوار ویدیوی آقای دکتر ودیعی که همون 3-4 هفته پیش اینجا ازشون خواهش کردیم حرف زدن، راجع به سید جلال تهرانی گفت، رئیس شورای سلطنت؟ یعنی آمریکایی رفتن بهش گفتن، انگلیسا بهش گفتن نه تو برو اونجا پاریس، بعد استعفا بده از شورای سلطنت، برو دست خمینی رو ماچ کن. که ودیعی سوال میذاره اینجا، میگه نمیدونیم این کار کرده یا نکرده، آیا روزنامه درست گفتن، حقیقت رو گفتن یا دروغ گفتن. یعنی فرانسوی ها گفتن بهشون این کار رو کنی؟ به حسن نزی فرانسوی ها یا انگلیس ها یا امریکایی ها گفتن یا روس ها گفتن؟ نه عزیز من، درسته که اونا در این کارا دخالت میکنن، درسته که اونا راه باز میکنن، درسته که میرن تو پاریس پول میدن، درسته که رسانه در اول یه اتفاق و بیفته دومو میاد وسط، اینجا رو عوضی میری. اینجا رو اشتباه میکنی. الاهم و فلاهمش رو اشتباه میری. بفرد. سلام آقای بهبهانی، آرش هستم. آرش بگو عزیزم. آقا خیلی شد، مسائل زیاد شد، 4-5 تا شد. خب بگو یکی. بذار اول از همون یکی شروع کنیم. میگی صدای مردم برسونیم. به کی برسونیم آقای بهبهانی؟ صدا رو به کی باید برسونیم؟ صدا رو گفت در صدای مردم آره در دوره مشروطه گفتش که تمام تبلیغات جواد ظریفشون تو عصر مشروطه رو دارم میگم این بود که بگن این مشروطه خواها که تعداد اندکی بودن، مردم بی سواد بودن، مردم که روزنامه‌ای وجود نداشت، یه 4 تا روزنامه از هندوستان زیر بار نخود و لوبیا با اسب و قاطر و الاغ می آوردن توی تهران و اصفهان و شهرهای اینطوری، یکی دو تا باسوادایی که داشتن اینا می گرفتن می خوندن برای بقیه رفقاشون تعریف می کرد. ولی
میگفتن که مشروط خواه ها ریبلزن، آشوبگرا هستن. کاظم زاده ایرانشهر در ولز انگلستان، نه در لندن، یه کاغذی رو در میاره، یه نشریه در میاره، مثل آرم مثل که اسمش کاوه بوده چی بوده، اونجا توضیح میده به مردم تو بریستول و اون مناطق که آقا اینجوری نیست، ما دنبال قانونیم، دنبال کانستیتوشن هستیم که مثل شما بشیم، ما اینجوری داریم فیلم که او اثر میذارد روی چی؟ ما صدا رو به کی برسونی؟ همین کتابی آره که مصداقی داره رو میگیریم ولی تو کتاب خونه تحویل کتاب خونه این میشه صدا و این میگن رسوندن. هزار تا راه داره. این صدا رو ما برسونیم به اینایی که میخونن که الان نمیدونن، ما باید به اینا بگیم بعد اینا چه کمکی میخوان به ما بکنن؟ میشه پابلیک اپینیونه، جهان رو نگاهش رو تغییر میدی تو محیط کار. من یادت، شما که بیننده قدیم منی، یادت میاد تو 88 میگودم آقا برید جلوی سفاره، هنوزم به اون هست اعتقاد دارم، پیکتینگ یه نفره پنج نفره بکنید، دو نفر یه نفر برید یه تابلو بگیرید دم سفارت وایس، هیچ اکشن دیگه ای نمیخواه انجام، همین فقط وایس ها. اثر میکنه، کار میکنه، ولی نمیکنی. بله وقت منتظری که به اتفاق یک کسی دیگه نامه بنویسیم به نفتالی بنت بگیم آقا تو بیا بمب بزن. نه من که میدونی من معتقدم خودمون هرچی هست از خودمونه و همیشه هم گفتم تا الان شما صحبتهای هویدا رو گذاشتید گفتم رهبر نداشته باشه، سر نداشته باشه جنبش، ما قدم از قدم نمیتونیم برداریم. این نظر اول و آخری منه. ولی الان تو همین سوئد من یادم ظریف که اومده بود یه سری ایرانی‌ها رفته بودن اینجا شعار میدادن، نمیخواستن با اسلحه بزننش، نمیخواستن، فقط شعار میدادن. پلیس اینا رو گرفت، سر عکساش هست میخوای برات بفرستم، مردم شروع کرد به زدن. من اعتقادی به این ندارم ما صدا رو به خارجی ها برسونیم، اونا برای ما کاری میکنن. من یعنی فقط یه فشاریه به عنوان یه شهروند، اگه مثلا 100 نفر 500 نفر هزاری بشیم، اونا مثلا ما چون اینجا رای میدیم، چون اینجا شهروندیم، مالیات میدیم، یه مقدار ممکنه یک چی میگن گوشه نگاهی بکنم. ولی من بر این باورم که همه خارجی ها الان خصوصا مثلا آمریکا و سیاست مدارا رو عرض میکنم. ببین بذار من برات یه توضیح بدم. سال 90 زلزله رودبار اتفاق افتاد. بله بله من سال 2003 زلزله بم اتفاق افتاد و من اون موقع یه نفره، لشکر یه نفره جنگیدم علیه 5 تا اون موقع تلویزیون اینجا که فان ریزینگ کردن برای بنیاد ایمان، یه 400-500 هزار دلار پول برای بنیاد ایمان ساختن، یکی 50 هزار دلار هم خودشون ورداشتن، یه روز یه فان ریزینگ کردن، نمیدونم نزدیک 800 هزار دلار پول جمع کردن. خوبه من میخوام اینو بگم که تو همون سوئد تو همون سال 90 من اون تجربه ای که اونجا پیدا کرده بودم تو سال 2003 در آمریکا پیاده کردم. تو سال 90 تو زلزله بم روزنامه هاش هست، مجلاتش هست، برای دارم اینجا میارم بهتون نشون میدم که از نزدیک ببینید که اونجا روزنامه ها رو صدا کردن، دو تا روزنامه محلی اومدن توضیح دادیم که آقا این مردم رو میبینی اینجا، اینا میخوان کمک کنن به وطنشون، به میهنشون به خاطر زلزله، اما میدونن که این پولو اگه بدن میره ایران میدزدن، ما میخوایم کمک کنیم، شما صلیب سرخ سوئد ما پولا رو در اختیار صلیب سرخ قرار میدیم، صلیب سرخ یه نماینده ورداره بره اونجا تقسیم کنه پتو بده به بردم. اثر کرد. بعد یوتیوبری پستن یه ماه بعدش زد این رو که واقعا اون حرفایی که اون عده آدم ها تو ترانوس گفته بودن در بازارهای ناصر خسرو دارن این کارو میکنه. اثر میکنه، چرا نمیکنه؟ خب ببین حرکات سیاسی، روابط بین الملل سیاسی با حرکات بشر دوستانه متفاوته.
آقای بهبهانی، من هر چی بگم تو یه سنگی میندازی جلوی راه من. آره خب من دارم بهت میگم من کردم و شده، شما میگی فرق میکنه. چه فرقی میکنه آقا بهبهانی؟ عزیز من اینجا تظاهرات و از جلوی کاخ سفید امارات کنگره بردم گوشتم جلوی سفارت، این کار سیاسیه. من یارو رو زنگ زدم ویدیوش رو یوتیوبه، ده دفعه تا حالا نشون دادم، دعوام کردی، کتکم زدم، پلیس هم اومد طرف من، نرفت طرف یارو. آره این کار خوبه. بله آقا بهبهانی، یه دو تا مطلب دیگه از من سریع بگم که خوب بود گفتی. یه دونه این آقای اسدی گفت نفت رو بدیم بخش خصوصی. من نفهمیدم بخش خصوصی منظورش بریتیش پترولیوم شله. این منافع نفتی رو نهایت سودش رو باید به کدوم اینا بدیم؟ کاش اسم شرکت ها هم میگفت. این یه دونه. نه یه دونه دیگه بده به یه حاجی بازار. البته میگه این حاجی با این حاجی مثلا مؤتلفه فرق میکنه، یه حاجی دیگه است. چه حاجی پولداریه که میخواد تمام نفت ایران رو یه شب بالا بکشه؟ اون دیگه کیه؟ نه میگیم بعد... مثلا اینجا مثلا شرکت سهامی درست میکنیم، بعد هر کسی یه سهمی میخره پولدار میشه. خب یه عده هم قطعا سهمای بزرگتری دارن، یه عده این نفت ملیه، اون ثروتش مال مردم ایرانه، باید در منافع ملی مردم ایران خرج بشه، جاده، مدرسه، همه کاری که نروژ میکنه دیگه. خیلی راحته که خیلی راحت میشه فهمید. یه دونه هم این طالبان گفتید آقای بهبهانی، مال افغانستان. اینا قطعا چون که بوش میاد قدرت خواهن گرفت و حالا با جمهوری اسلامی به کجا میروند، ولی من در مورد کلا افغانستان، حالا به هر حال افغانستان نهایتا خیرش به مردم ایران نخواهد رسید. ما فقط مواظب باشیم شرش هم به ما نرسه. ممنون از وقتی که بهم دادی، در خدمت شما. ممنون، مرسی. برای شما خدا خدا حادث و براه به قول فرنگی. منم از شما ممنونم. 2 ساعت و 12 دقیقه اخرتم تجاوز کردم. از اینکه همراه بودی، از تک تک شما نازنینان سپاسگزارم. یادتون هفته دیگه هم هستیم، بیایید و مشارکت کنید تو برنامه، حرف بزنیم با هم دیگه، شاید گره از کار فروبسته باز شود. از اینکه دنبال میکنید نهایت سپاس دارم. برای تک تک شما خوبان آرزوی بهترین دارم. ممنون.